به نام خداوندی که به بنی آدم آزادی و کرامت عطا کرد و بندگان رو به مبارزه با ظلم و برقراری عدالت تشویق کرد و توصیه کرد همطور که میدونید مدتی است که تلویزیون کانال من و تو که هوادار و حامی و مبلغ جریان سلطنت طلبی است یک برنامه مستندی در پنج قسمت تهیه کرده با مصاحبه با آقای پرویز ثابتی که در واقع معروفترین شناخته شدهترین شخصیت ساواکی هست که قبل از انقلاب بوده همه با نامشون آشنا هستین به عنوان مقام امنیتی علت این معروفیت هم اینه که خب دستگاه های امنیتی اطلاعاتی معمولا در کشورهایی که استبداد حاکمه ناشناختن افرادش البته در امریکا در اروپا کسانی که بر حال مسئول سازمان های اطلاعاتی میشند کاملا شناخته شدن تو امریکا رئیس CIA, FBI اینا مردم همه میشناسند تو ایران هم البته رؤسای بالا شناخته شده بودند معمولا ارتش بود و سرتیب و برحال رده های بالا داشتن ولی برای اولین بار بعد از اون سرکوب ها، کشتار ها، اعدام ها، شکنجه ها وقتی یک جوانی در تلویزیون به عنوان مقام امنیتی ظاهر شد کسی که در واقع خوش بیانم بود خوش بود و جوانم بود ظاهرا تازه هم ازدواج کرده بود و او گزارش این عملیات رو در تلویزیون میداد مردم برای نخستین بار خیلی تعجب کردند که یک همچین شخصیتی رو که البته هدفشون این بود که یه مقداری اون عباحت و اون وحشتی که از ساواکی ها داشتن مردم فروکش بکنن احساس بکنن نه اینا ظاهر خیلی آرام و به نظر مهربانی دارن حساب شده بود که ایشون رو جلو انداختن بنابراین یه شخصیت کاملا معروفی بود قبل از انقلاب و خب با انقلاب هم ایشون فرار کرد و در طول این چل و چهار سال پنهان بود و در سال البته نود یه مساحبه با, با ویسا و امریکا کرد و بعدم خاطراتش رو در سال نود منتشر کرد ولی هیچ جا معلوم نبود تو تظاهرات این جنبش زن زندگی آزادی ایشون عکسی انداختن که تو این تظاهرات گوشه ای بوده در هر حال به عنوان یک چهره ای که معروف ترین شخصیت اطلاعاتی امنیتی و سرکوبگر ایران در دوران قبل از انقلاب بوده بر حال این مصاحبه پنج قسمتی رو که خیلی هم مفصله هر کدوم از این قسمت ها حدود یک ساعت و نیم هست ایشون بر حال مغز متفکر اداره کل سوم ساواک بود ساواک میدونی یازده اداره کل داشت که فقط اداره کل سومش در امنیت داخلی بود البته از 3500 600 نفر عضو ساواک بیشترینش نزدیک 600 نفر عضو اداره کل سوم بودند ولی خیلی اداراتش اصلا ربطی به امور داخلی نداشتند مثل اداره هفتم که خارج از کشور مطالعات سیاسی اقتصادی بود یا اداره هشتم اداره ضد جاسوسی یا اداره مثلا اول دوم ادارات پرسونلی مالی حتی اداره چهارم که اداره انتظامات داخلی خود ساواک ادارات مختلفی بود یا نهم اداره مثلا بهداری ولی اداره کل سوم اداره بود که مسئول امنیت داخلی بود یعنی سرکارش با مردم با مخالفین چه مذهبی ها چه چپی ها و همه اون چیزی که به نام سواک بعدا معروف شد و موجب انقلاب شد در اعتراض به این عملکردها مربوط به سازمان تحت مدیریت آقای پرویز ثابتی است که ایشون در واقع امضاش پای همه این عملیات و در واقع اعدام ها و سرکوب ها پای همه اینها هست به عنوان مسئول به خصوص از سال 52 تا 57 که انقلاب شد یعنی در اوج اون مبارزات چریکی شهری و بعد سرکوب ها تا انقلاب ایشون در واقع نماینده اصلی ساواک و در واقع چهره اصلی اون سازمان بود خب این خودش جای مطالعه داره که چطور بعد از این مدت حالا ایشون آمده و با یک موضع طلبکارانه حتی منتقد به خود شاه و همه اون مسئولین و سرکرده ها که اینا شل اومدن اینا کوتاه اومدن اگه به حرف من گوش کرده بودن سرکوب بیشتری میشد لیستی که من داده بودم اینا باید دستگیر بشه شاه فقط یه پنجمش رو تصویب کرد یعنی در واقع از یه موضع بالایی حتی انتقاد به مسئولین دیگه ساواک که اینا همه از دنیا الان رفتند یا نخست وزیرا و دیگران که توضیح کسی نیست که بده در واقع به عنوان یه چهره ای که اگر به حرف او گوش کرده بودن یعنی یه چهره ثابت و استواری که مدافع سرکوب خشن بوده ولی نکردن و این انقلاب شده خب بر حال خود این جالب توجه که چطور ایشون انقدر سطحی و ظاهر نگاه کرده به تحولات اجتماعی که با سرکوب خونین میشه یه ملت رو ساکت کرد یه کتابی هنا آرنت اون فیلسوف معروف آلمانی که خودش البته یهودی بود به نام آیشمن در اورشلیم موقعی که دیگه آیشمن هم دستگیر کرده بودن و در اورشلیم این رو معرفی کرده و او تز این کتابش اینه که چطور میشه که یه انسان که ذاتا شرور و جنایتکار نیست در چه شرایطی در چه سیستم و نظامی چگونه میشه که حالا اون دوران داره نازی رو میگه و اون کوره های آتشتوزی یهودیان که چطور میشه که یک انسان به خودش اجازه بده که درباره کسانی که مثل او انسان هستن اونها هم احساس دارن اونا رو مثل حیوان تلقی بکنه مثل سوز که میشه پا گذاشت روش میشه کشت تحلیل روانکاوانه در واقع شخصیت آیشمنه حالا این سآلم واقعا مطرحه که چطور شده که در ساواک چنین شخصی که سابقش لاقل قبلا نشون نمیده که یک شرارتی داشته نه صاحب استعداد بوده بر حال از سنگسر سمنان اون حدود بر حال جوونیش هم گذرونده این چطور شده که در واقع طرفدار سرکوب و کشدار و شکنجه و اعدام بوده خب این واقعا جای مطالعه داره که چی شده که چنین آدمی پدید میاد و همچنان هم طرفدار اون عمل است که داشته و معترض به کسانی که شدت عمل بیش از اون چه که میخواستن انجام ندادن و عجیب اینه که دختر ایشون در واقع یکی از خدمتگذار جامعه بشریت خانم دکتری است که در هاروارد فارغ و تحصیل شده در اون جریان همگیری در افریقا بیماری خیلی سختی آمده بود خب ایشون در واقع با تحقیقاتش رفت اولا اونجا ریس کرد و بعد نمیدونم شاید ده ها هزار نفر رو از مرگ نجات داده فرزند یه همچین شخصیتی پس نشون میده یک استعدادی به حال در اون خانواده بوده که چنین دختری مبارزه میکنه و ابولا ابولا بود چی بود که اون بیماری فراگیر که سیلوار کشته میشدن و خود این جای تحقیق داره در حالی که همزمان این فعالیت های آقای پرویز ثابتی کسانی که در این ساواک فعالیت داشتن اون مسئولین حتی خیلی هاشم من نقل قول از ایشون میکنم که چگونه اون آدمای متعادلی بودند ملایمتری بودند و اگر در واقع ایشون نبود ممکن بود یه به راه دیگه ای جامعه سوق پیدا کنه من بر این باورم که اگر این جنایت های ساواک نبود در اون پنج سال خاص از 52 تا 57 به احتمال خیلی زیاد معلوم نبود انقلاب بشه یعنی عامل اصلی انقلاب این نارضایتی فراگیر و عمیق مردم بود و اگه نه کسی دنبال انقلاب نبود حالا خیلی ها میگن چرا انقلاب کردین کی میخواست انقلاب بکنه مرحوم پدر وقتی که نخست وزیری رو پذیرفته بودن تو همون دانشگاه تهران اونجا گفتن ما از خدا بارون میخواستیم سیل آمد هیچ کس برنامه و طرحی برای انقلاب نداشت انقلاب مثل انفجاره وقتی فشار از یه حدی بره بالا منفجر میشه مطلقاً کسی نمیتونه الان اشاره بکنه کسی برنامه انقلابی داشت که بخوان انقلاب بکنن زیر و رو بکنن خوابش هم مردم نمیدیدن گروه های سیاسی هم خوابش رو نمیدیدند خب این نشون میده که این رفتارهای خشن این سرکوبها ها چه تأثیر عمیقی تو جامعه میذاره وقتی که میلیون ها نفر راه پیمایی میکردن کدوم حزب و تشکیلات تو ایران در طول اون مدت وجود داشت که بتونه صد نفر رو حتی راه بندازه واقعا اگه صد نفر رو میتونست در واقع تحریک بکنه راه بندازه جز اینکه این زمینه انفجار و انقلاب در مردم وجود داشت همینی که جلوی اون نماز عید فطر رو در قیطریه گرفتن از همون جا سیل جمعیت را افتاد اینکه ضرورتی نداشت مردم یک ماه روزه گرفتن میخوان نماز عید فطر رو بخونن بیان رو بگیرن و مانع بشن از اونجا دیگه سیل را افتاد تا به پای پیاده از در واقع قیتریه به سمت پیش شمرون که رفتن دیگه شاید بیش از یه میلیون شده بود و از اونجا به سمت میدان اون موقع میدان انقلاب قبلش البته میدان اسم دیگه ای بود تا به میدان شهیات اون موقع بود حالا اسامی دیگه ای گذاشتن جمعیت را افتاد نشون میده چه زمینه عمیقی وجود داشت اتفاقا این به نظر من اجتماع بزرگی است از ناحیه کسانی که دنبال سلطنت هستند که فکر کنن با بزرگ کردن و پاک کردن و شستن سوابق امثال آقای ثابتی و تعیید اون عملکردها و پذیرش اون توجیهات که اگر بدتر سختتر عمل میشد انقلاب نمیشد دارن در واقع به کسی که خودش یکی از عوامل اصلی انقلابه یکی از عوامل اصلی سقوط شاه و دستگاه سلطنت همین عملکرد منفیه در آستانه انقلاب قبل از اینکه این اتفاق بیفته اتفاق انقلاب یکی از خبرنگاران خارجی که آمده بود در ایران با معنیس بازرگان مصاحبه کرد که رهبر انقلاب کیه هنوز کسی نمیدونست که شورای انقلاب کیه رهبر انقلاب کیه خب مردم یک حدسیات میکنن ایشون گفتن شخص شخیص اعلی حضرت خیلی تعجب کرد گفت منظور من که رهبر انقلاب کیه بازم تکرار کردن گفت مثل که متوجه نشدین گفتن بله متوجه شدم رهبر انقلاب از بود منفی خود شاه مملکته ایشون با عمل کردش با این سرکوب ها با این عمل کرده باعث این نارز... نارضایتی شده در واقع اینه کسی نبوده رهبری وجود نداشت همه احزاب تعطیل شده بودن امکان نداشت که اصلا کسی بخواد برنامه ریزی بکنه یعنی خود به خود چون زمینه انفجار در داخل وجود داشت این اتفاق افتاد بنابراین امروز تصور اینکه اگه شدت عمل بیشتر بود یک تصور بسیار خامی است که با همون فشارها این انقلاب باعث شد که به وقوع بپن ایشون در این مصاحباش اشاره به شخصیت های که در ساواک بودن رؤسای ساواک کرده که من در واقع میخوام نشون بدم که چقدر اونا متعادل تر بودن اشاره به سپه بود ناصر مقدم او تحصیل کرده حقوق بود از 42 تا 49 رئیس اداره سوم بود یعنی همین اداره که بعدا بعد از اون آقای پرویز ثابتی رئیسش میشه بعدم برمیگرده به ارتش در طول اون مدت کسی کشته نشده بود حتی یه بار قبل از اینکه حتی اون مقامات بالا رم تیمسار مقدم بگیره بر اون پدک بعد از کودتای بیسرش مرداد زندانی شده بودن در لشکر دور زرهی ظاهرا یکی از بازجوهاشون هم مقدم حالا اون موقع من نمیدونم سرگرد بوده و خیلی هم تعریف میکردن ازش که آدم فهمیده متین و منطقی بود ناصر مقدم قبل از انقلاب با آقای منتظری تو خونه آقای متحری ملاقات کرده بود یعنی اهل این بود که با مخالفینم، ملاقات بکنه صحبت بکنه و قبل از انقلاب هم چیزی که مطرح کرد و آقای متحری که تولید نفت رو برای مصرف داخلی دستور بدین که اتصاب نکنن یعنی به فکر مردم هم بود خیلی حالا صحبت های مختلفی است که خب همه میدونیم من نمیخوام وارد این اشخاص بشم سلشگر پاکروان یادم تحصیل کرده ای بود در فرانسه تحصیل کرده بود تجربه داشته در مصر اونجا نماینده در واقع ارتش ایران این مثلا وابسته های نظامی که میگن در هند رفته بوده و به شدت مخالفش، شدت عمل بوده اینا را خود این آقای ثابتی می نویسه که خیلی خونسرد بوده اهل مطالعه بوده حتی با آقای خمینی هم یه ملاقاتی اون موقع که آقای خمینی سال سال 1342 در واقع شروع کرده بودند داستان سال 42 15 خرداد 42 این اهل مذاکره بوده رفته صحبت کرده حمایت کرده و در واقع اون شدت عملی که میخواستن نشون بدن به آقای خمینی در اون 15 خرداد با کشتن کسانی که در برحال دستگیر کرده بودند ولی این خیلی سعی میکنه که برخورد متعادل و ملایمی داشته باشه از فردوست مثال میزنه ارتش بود فر فردوست پاک روان که سرلشکر بود مقدمم که سپه بود شده بود اینم در واقع ارتش بود این که خب هم کلاس و دوست صمیمی شاه بوده از موقعی که رضا شاه شاه میفرسه به سوئیس در واقع چون با او هم دوست بوده فردوست رو هم در واقع فرستاده با شاه بزرگ شده یه آدمی است که تو سوئیس درس خونده از سال 40 تا 50 از 340 تا 1350 قائم مقام ساواکم بوده رئیس دفتر ویژه رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی در انقلابم نمیخواسته که مردم کشته بشن در واقع یکی از کسانی که نقش داشت برای جلوگیری از خونریزی خود فردوس بوده یعنی وقتی دیده شاه از مملکت رفته روحی هم در ارتشی یا نیست مردم هم به صورت میلیونی قیام کردن ما چیکار میخوایم بکنیم ما چیکار هستیم که میخوایم یه ملت رو به ببندیم برای چی با اینکه نزدیکتر از همه به شاه بوده خب انقلابم که میشه در واقع فرار نمیکنه میره تو خونه پدری خودش هیچ کسی باور نمیکرد تا پنج سال کسی باور نمیکرد که این ارتش بود ارتش فردوس از ایران نرفته باشه قشنگ رفته خونه پدری خودش نشسته همه دنبال این بودن که کجای دنیا رفته تو آسمان ها دنبالش میگشتن ولی بعد از پنج سال یه نفر در واقع میگه با یه دکتری آشنا بوده اون دو دو بیمار بوده یه دکتری میامده دیدنش حالا کاری نداریم به اون مسئله این اطلاع درز میکنه میرن تو خونه پدرش میرن اونجا هست خیلی راحت نشسته داره تلویزیون تماشا میکنه و نه فرار میکرده حالا مقایسه کنید با همین آقای ثابتی که قبل از اینکه انقلاب بشه فرار کردن با ارقامی که حالا من نمیدونم چقدر درسته به پول امروزی نوشته بود یه جا 650 میلیارد تومن در واقع به پول امروز ما حالا با قیمت اون موقع مثل اینکه 50 60 مثلا میلیون دلار نمیدونم که از طریق بانک مرکزی حالا رقماش مهم نیست من وارد صحت و صغم این حرف هم نمیشم ولی یک کسی میره ولی یک کسی که خودش این همه سوابق رو داشته فرار نکرده از ایران حالا خیلی هم کاسه گذار سر اون شکستن که تو باعث شدی که مثلا ارتش دخالت نکنه آخه ارتش در برابری ملت ارتش برای دفاع از یه ملته چرا یه عده فکر میکنن که ارتش باید رگبار میبس اون جمعیت های میلیونی مردم او حقیقت و واقعیت رو دیده توی سوئیس درس خونده بزرگ شده است در اروپا یه کتاب حتی نوشته بوده گزارشی به شاه داده بوده که احزاب تو کشورهای دیگه چطور فعال هستن سرکوب نمیکنن احزاب رو نشون میده که چه کسانی بودند با چه زمینه ها و پتانسیلی بعد دست چه کسانی با چه سیاست هایی افتاده اونها در واقع نمیخواستند خون ریزی بشه حتی بختیار منتق... منتقد بود که اگر این فردوس نبود فردوس در واقع به این نتیجه رسیده بود که در برابر این میلیون ها نفر که ما دلیل نیست که سرکوب بکنیم بختیارم میگه اگه اون سه هفته ارتش رو نگه داشته بود ارتش در واقع در برابر مردم قرار میگرفتن بعدا ما درست میکردیم حالا بعضی از گزارش های خود آقای ثابتی رو ببینیم که چقدر تفاوت روحی است میگه که در پونزه خورداد پاکروان گفت تالاقانی رو آزاد کنید من گفتم مسلحت نیست آزاد کنید پاکروان گفت باید بره خونش بعد یه کلماتی هم به کار میبره که مثل کرگردنه حالا طالقانی که زندان بود اتفاقا من کاملا به خاطرم دارم وقتی که از زندان آزاد شد تو مسجد هدایت خیابون اسلامبول سخنرانی میکرد آقای طالقانی گفت به من توصیه کردن که منبر نرو چشم من گوش میکنم منبر نمیرم همونجا که رو زمین نشسته بود این بلنگو رو بردن همونجا شروع کرد به صحبت کردن تا مثلا پنج دقیقه حالا این میگه که اینا مثل کرگدن یعنی پر رو ان این آخونده قول داده بوده که منبر نره آقای تالام گفتم منبر نمیرم در واقع حالا اینو با این عناوین معرفه میکنه بله یه قسمت خودش داره آقای ثابتی میگه که من به شاه گزارش دادم ایشون در واقع سوگلی شده بود دیگه بقیه هم ازش حساب میبردن. همه اون سرلشگرا و سپه بوده چون آجودان کشوری شاه شده بود و اهل قلم بود مینوش خوش سر زبان بود و شاه هم بر حال بقیه اونا که ارتشی بودن که اهل نوشتن گزارش و حرفا نبودن اهل نگارش نبودن میگه که میخواستن اون موقع انتخابات آزاد بکنن میگه من به علا حضرت گفتم که اگر انتخابات ما مثل فرانسه آزاد باشد جبه ملی همه جا برنده می شود حداقل 60 نفر به مجلس می روند حالا اون موقع تعداد نمایندگان نمی 120 تا چقدر بیشتر از این نبود 60 حداقل 100 نفر به مجلس می روند و مجلس را در دست می گیرند ببینید این روحیه رو که اگه ما آزادی بدیم جبه ملی برنده میشن حداقل 60 نفر میرن و اکثریت مجلس رو اینا به دست میارن یعنی موافق فردوست و نمیدونم پاکروان و مقدم و اینا که سپه بود و ارتش بود و سلشگر بودن اینو میفهمیدن طرفدار این بودن که جامعه ما هم باز بشه مثل جوامع دیگه ولی ایشون میگه که نه اینا مجلس رو در دست میگیرن در یه جای دیگه ایشون میگه که <تصال> <تصال> ظاهرا تصمیم گرفته بودن همین اداره کل سوم خانواده ها یعنی پدر مادر اون چریک های فدایی رو که اینا در واقع فعالیت میکردن بیرون پدر مادرهای اونا رو بگیریم در دوران جشنای تاجگذاری بود که تو این شرایط اینا اقدام نکنن یعنی پدر مادراشون رو گروگان بگیریم میگه مقدم با دستگیری والدین چریک های فدایی برای که اونا کاری نکنن مخالفت کرد حالا مقدم هم آزادی خواه شده یعنی این رو بد میدونه یه عمل انسانی که مقدم انجام داده دیگه حالا آزادی خواه شده مقدم دستور داده بود شست نفر آخوندهای تبعیدی رو آزاد کنید یعنی اینا انتقادهایی که داره میکنه حالا مقدم که خودش مدتی رئیس کل ساواک بود یه مدتی هم که رئیس اداره کل سوم بود که اهل این شدت عمل به خرج دادن و نبود منطقی درس خونده فهمیده آدم تحلیل کرد گفتم اگه ده سال پیش این کار کرده بودیم یعنی آزاد میکردیم حالا حالا نباید به اون موقع خوب بود ولی حالا نشان ضعف ماست یعنی همین سیاست سرکوب که حتما ما باید مشت آهنی نشون بدیم این ما کیه که میگه ما ما باید این کارو بکنیم اون تحلیلگرا اصلی میگفتن که جامعه رو نباید تحریک بکنیم این و هر کدوم چقدر مثلا تو مسجد این برام و چرا تحریک کنیم چرا آتشین بکنیم اینا رو میگه ما این ما کیان یعنی یه ملت نیستن یه ساواک ما هستش ما باید تصمیم بگیریم در جای دیگه قضاوت خود ایشون راجع به پاکروان که من گفتم چقدر افسر بر حال متعادلی هم بود میگه پاکروان شریف و منزه بود یعنی ای مثل که طرفدار کار علمی و تحلیلی بود قبلا رئیس رکن دو بود رکن دوی ارتش انگلیسی و فرانسه را به خوبی میدانست ببینید اینا قضاوت های از درون خودشونه در مورد فردوس میگه فردوس اصلا در کار امنیتی دخالت نمی کرد دزد نبود خواستار اصلاحات تشکیلات تشکیلات ساواک بود که بابا مثل بقیه جای دنیا تشکیلات درست بکنیم آدم درستی بود علاوه بر این کار خودش میگه بیرون گل فروشی هم میکرد یعنی تولید گل میکرد نه که خودش بره گل فروشی بکنه یعنی یه همچین بیزنسی هم بیرون از این کار خودش را انداخته بود بررسی سیاسی کشورهای دیگه میکرد گزارشی درباره احزاب سیاسی کشورهای دیگر به شاه داده بود یعنی تجربه کشورهای دیگر داشت ببینید اینایی که بودن با این درجات عالی ارتشی چون شناخت داشتن تو دنیا میدونستن که سرکوب راه حل نیست خب اینا کنار گذاشته میشن امثال کسانی که متظاهر و بر حال سر زبوندار و خوش قیافه با اصلا میان جلو و عهدهدار همه این کارا میشن سوابق خودشم نوشته که من در سنگسر به دنیا آمدم مادرم باهایی بود همه خاله ها من باهایی بودن ولی پدرم مسلمان بود ولی من از اون موقع اعتقادی به خدا نداشتم من اگناست بودم بی اعتقاد بودم ولی در فرم عضویتش در ساواک همون دوره دانشجویی موقع که دانشگاه دانشکده حقوق بود اونجا میگه من از سن بلوغ مسلمان شدم و از اون به بعد تا مسلمان هستم اینا تعارضاتی است که از یه طرف توی این مصاحبه داره میگه که من از اول خدا رو هم قبول نداشتم ولی چون ساواک نمیتونست که یه نفر که بهایی هستش یا اعتقاد نداره یعنی حداقل به ظاهر باید من مسلمانم طبق قوانین مملکت ما خب ببینید واقعا ممکنه خیلی هم الان فکر بکنن که چون بجز فردوس که در خونه خودش موند و فرارم نکرد مثل هویدا هویدا هم در واقع توی باشگاه سازمان امنیت اونجا نگرش داشته بودن یعنی زندان آزاد شده بود اونجا بود و بعد که مردم انقلاب کرده بودن همه اون معمورین توی در واقع اون نزدیک های لشکرک و اون طرف های مهمانسرایی وابسته به ساواک بود اونجا نگرش داشته بودن همه میرن همه میرن نگهبان میرن زندانی ها میرن نمیرن اونجا میمونه بعد تلفن میکنه به یکی از اقوامش یه خانوم میاد ورش میداره و میبره به خونه و میگه بری منو معرفی کنید یعنی حاضر نمیشه فرارم بکنه میگه من که کاری نکردم من پاسخ دارم دلیل دارم خودشو معرفی میکنه و دیگه داستانش رو میدونی میبرن اعدامش هم میکنن خب ادام خودش رفته و معرفی کرده بود خب اینا هم که هم در واقع مقدم و اعدامش بد کردن و هم در واقع کسان دیگه ای که خب همه میدونید فرمانده های دیگه ای که در ساواک بودن و اینا رو بزنی که در واقع توجه به کل برنامهشون بکنه این بالاخره وابسته به اون سیستم بوده دیگه ببینید سنت پیامبر اسلام وقتی که پیروز شدند خالد بن ولید خالد ابن ولید فرمانده دشمن بوده فرمانده لشکر دشمنان پیامبر بود خالد بن ولید ولی وقتی که آمد مسلمون شد پیامبر گذاشتن فرمانده رنگ های اسلامی از اون به بعدی که فرمانده های بزرگ تاریخ اسلام خالد ابن ولید پیامبر نگفتن تو تو اون سیستم بودی فیلمش هم که دیدیم اون فیلم محمد و اون پیامبر و سه هزار نفر که میخواستن برن حج بکنن بدون اسلحه اونی که سوار اسب میاد شیه میکشه و جلو این سپا میگیره خالد ابن ولید بود یعنی ای یه همچین آدمی رو با این سوابق وقتی رژیم عوض میشه میذارن تمام سوابقش رو اونو میگن عوض شد دید عوض شد از اون استفاده میکنن حتی تو جنگ هنین از بزرگترین جنگ های بود در تاریخ اسلام که اول هم در واقع اونا پیروز بودن ضربه بزرگی به مسلمان رو زدن بعد حالا داستانش مفصل جنگ هنین بعد که شکست میخورند اون سردارشون فرار میکنه فرماندهشون پیامبر میفرستن دنبالش که پیغام میده قبیله رفته بوده خیلی کارش خیلی خوب بود خیلی شجاعانه جنگید خیلی در واقع برنامه ریزی بود چرا ترسیده چرا فرار میکنه مسلمون بشه بیاد ادامه بده به کار خودش و اونم میاد بعدن یعنی این یه سیاست یه سیاست هم اینه که در واقع همینا رو بگیرن اعدام بکنن حتی کوروش کبیر ما به عنوان ایرانی همین سنت رو داریم کوروش کبیر وقتی که رفت بابل رو گرفت اونها رو سر جای خودشون قرار داد سیستم رو عوض کرد که حالا دیگه بیاین کار بکنین جزء همین نظام قرار داشته باشین سر جای خودتون در ف... لیدی رو وقتی فت کرد ترکیه فعلی که اونا هم حمله کرده بودن در شرایط سختی زمستانی اون مسیر طولانی ارتفاعات رو رفت وقتی که به اونجا رسید بدون که آدم بکشه بدون که انتقام بگیره از اونم تجلیل کرد که خیلی سردار قوی هستی سر جای خودش گفت که تو نماینده ما باش از این به بعد تو اموجا حکومت رو کسی رو نکشت و دستگیرم نکرد برگشت کوروش تونست این چنین حقوق بشر رو رایت بکنه ما به عنوان ایرانی این سنت ها رو در تاریخ ملی خودمون از امثال کوروش ها داشتیم که اینا اینطوری عمل میکردن از نظر دینی هم که سیاست پیامبر غیر از این نبود حتی تو زمان حضرت علی هم وقتی که اون جنگ ها رو تله و زبیر تحمیل میکنن به حکومت علیه حکومت حضرت علی بالاخره شکست میخورن کشته میشن حضرت علی معروف دیگه بر جنازه های اینا چه تجلیلی ازشون میکنه گریه میکنه بر از کنار جنازه تله گذشتنی که این چه خدماتی کرد پسرش هم که موسا تله کشته شده بود میگن این پسری بود که برای خدمت به پدرش دفاع از او کشته شد انقدر تجلیل از اونا میکنن که همه تعجب میکنن که اینا که این پدر رو به کار بردن این حالا یه روحیه که هر چه کشته باشه باز فکر میکنه که کمه باید بیشتر از این میکشت حالا اینکه فکر میکنن که میبایست ما با مشت آهنین برخورد میکردیم اه، یه جمله معروفی است از مرحوم پدر در مدافعاتشون ببخشید در همون سال 1341 بعد از اینکه انقلاب شاه و مردم رو اعلام میکنند یعنی 6 بهمن سال 41 اول بهمن تمام رهبران نهضت آزادی و جبهه ملی رو دستگیر میکنن که کسی بیرون نباشه که مخالفت بکنه اینا تو زندان افتادن و بعدم محاکمات شروع شد رهبرای نهضت آزادی رو محاکمه کردن محاکمات خیلی طولانی در دادسرای نظامی ارتش نه در دادگستری <تص> دادستانی ارتش اینا رو محاکمه کرد حالا که به دادگاه انقلاب میفرسن زمان شاه هم سیاسی ها رو به،, به عنوانی که اقدام علیه امنیت کشوره میدادن دادستانی ارتش محاکمه بکنه خب مرحوم پدر و مرحوم طالاقانی رو هر کدوم ده سال محکوم کردن اون موقع ده سال خیلی زیاد بود آقای دکتر صاحبی و مهندس صاحبی و نمیدونم علی بابایی و یه تعدادی اونا شیش سال و چهار سال در اون آخرین دفاع مهندس بازرگان گفتن که اینو به اطلاع اعلی حضرت برسونید ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون با شما صحبت میکنیم مطمئن باشید با محکوم کردن ما کسی دیگه با این زبان با شما سخن نخواهد گفت یعنی اینا کارشون همطور که دکتر مصدقم یه بار تو به شاه نگفته بود گفت شاه باید سلطنت بکنه نه حکومت هیچ کدوم اینا زدیتی دشمنی نداشتن که نظام رو به هم بنزن انقلاب بکنن میخواستن شاه مطابق قانون عمل بکنه نه بیش از اون مثل خیلی از کشورهای اروپایی یعنی اینا یه دو استادای دانشگاه بودن، آدمای نویسنده بودن، حقوقدان بودن، اونا مطابق قانون، قانون اساسی اعتراض میکردن. آقای نزیح عضو نهضت آزادی بود. گفتم بعد از این کسی با اون زبان دیگه با شما سخن نخواهد گفت از همون موقع که اینا محکوم شدند سال 42 اون قیام 15 خورداد به وجود آمد 14 و 15 خرداد که تو 14 خورداد همون جوان های که دیده بودن رهبرانشون رو به خاطر هیچی گرفتن تو 14 خرداد نقش رهبری رو مثل حنیف نژاد و اونها که بعدها سازمان مجاهدین رو تشکیل دادن گرداننده اون برنامه ها بودن از سال 43 این آقای پرویز ثابتی هم میگه که از سال 43 گروه فلسطین تشکیل شد گروه فلسطین 52 نفر در کوههای شاباد تهران دستگیر شدن که مسلح بودن اینا آقای بجنوردی یه جوان 21 ساله بود که رهبرشون جوون 21 ساله بود همین آقای بجنوردی که الان دایرت المعارف رو دایرت اسلامی رو ایشون مسئولش داره تهیه میکنه یه تشکیلات بزرگ در ظرف دو سال بعد از محکومیت اینا که گفتن بعد از این کسی با اون زبان با شما صحبت نخواهد کرد از سال 1346 گروه های جزنی که مارکسیس بودن حمله به بانک ها بانک های صادرات عمدتن هر روز من اون موقع دیگه جوانی ما بوده و مرتب در متن این اخبار بودیم بانک کار می زدن که پول به دست بیارن بتونن اسلحه بخرن سال 1949 جنگ های چریکی در کوههای شمال یعنی مطالعه کردن به سبک فیدل کاسترو و چگوارا که در کوبا انقلاب کرده بودن و در بولیوی و اون دوران چگوارا در واقع ایدئال و بوت جوانان ایران بود دیگه تو اتاق همه عکسای چگوارا بود دیگه و انقلابی بزرگ کوبا در واقع از اون موقع به اون تقلید از عمل کرده انقلابی در کوهستان چریکای فدای خلق رفتنمون داستان کومله ببین تو پشت سر هم منظم وقتی راه مبارزه قانونی عمل مسالمت آمیز میبندن این چه از سال پنجاه باقی ماندگانی که از جنگل تونستن فرار بکنن جنگ چریک شهری رو به راه انداختن برادران احمدزاده مسعود و مجید احمدزاده امیر پرویز پویان و سازمان چریک های فدایی خلقه که ما باید خودمون رو فدای خلق بکنیم تا چندین سال ما اون دوران جوانی بود و که کمتر روزی بود که روزنامه رو بخونیم درگیری ها کشته شدن این جوان ها دستگیری ها اعدام ها یعنی یه مرتبه مملکت تبدیل شد به یک در واقع کوره آتش از این فعالیت های براندازانه مسلحانه و بعد از همون سال 41 گروه های در واقع بعضی از این مذهبی ها که بعد از محکومیت نهزت آزادی و اینها رفته بودن تو مطالعات اجتماعی که چه راه حلی وجود داره مدتی هم رفته بودن فلسطین دوره دیده بودن از سال پنجاه سازمان مجاهدین انقلاب تشکیل مجاهدین مجاهدین خلق ایران تشکیل شد و اونام تو کار مسلحانه پایان این که عرض کردم ایشون هم گفتن که ما آخرین گروه هستیم این عملکردهایی که آقای پرویز ثابتی فکر میکنه که راه حل همینه اینطوری خودش رو نشون داد که وقتی که همه راه ها رو ببندن هیچ راهی دیگه برای جوانا نمونه همه رو که دیگه نمیشه اعدام کرد همه رو که نمیشه خفه کرد یه جایی براخره راهی پیدا میکنه جامعه انقلابی میشه یعنی در واقع اون شیبه ها بود که <تصفح> کارو به اینجا کشون <تصفح> گزارش هایی که خود این آقای ثابتی میده <تصفح> میگه سال پنج و همه داغون شدند با افتخار تو همین مصاحبه میگه یعنی همه اعدام شدند واقعا هم همینطوره یعنی هم های فدایی خلق رو کشتن در به در کردن داغون کردن هم گروه های مجاهدین دیگه تا سال پنج نابود شده بود از بین رفته بودن با افتخار میگه همه رو نابود کردیم ما در بهترین موقعیت امنیتی بودیم یعنی دیگه حالا خیالمون راحته این دو سال مونده به انقلابا ولی بلوا از اون به بعد شروع شد اینا رو بخونید تو همین مستند فکر کنید و مخروش چرا بلوا دو مرتبه شروع شد شما که همه رو داغون کرده بودید تمام گروه های شریک شهری رو چه مسلمون چه مارکسیست رو که این بردین همه رو همه رو اعدام کردید واقع هم تو زندانه چطور شد که یواش شبا شروع شد دیگه کی مونده بود که بخواد نفس بکشه <applause> چرا برای که وقتی میگم آبو و میذارین کتری میذارین روی اجاق درشم میبندین هیچ راه مفری برای خروج گاز نداره بالاخره منفجر میشه به جوش میاد اون سالهای آخر دیگه یواش یواش به خصوص شیش ماه مونده بود به انقلاب شرایط خارجی هم مهیا میشه بذاریم براتون اشاره کنم یک که... کتابی ده... ر... ر... بله یکی از نویسندگان فرانسه روژه دوبری رو رو روژه دو بله اسمش دقیقا یادم نیست یک کتابی بعد از کشته شدن چگوارا می نویسه که چگوارا فکر کرد همونطوری که در کوبا انقلاب شده حالا میشه رفت تو بولیوی هم انقلاب کرد تو کشورهای دیگه در حالی که ایشون خیلی قشنگ توضیح میده روژه دوبری میگه هر انقلابی فاکتورهای مختلفی لازمه آمادگی درونی کافی نیست شرایط خارجی هم افکار عمومی جهان افکار عمومی ملت خود اون کاملا توضیح میده که چه گوارا که خب پزشکی هم خونده بود میگه ما اشتباه کرد بولیوی این آمادگی رو نداشت اون زمینه رو نداشت به خاطر همین شکست خورد و خودش هم کشته شد در بولیوی امریکا هم حالا تجربه پیدا کرده تونستن اونها رو سرکوب بکنن تو جنگلای بولیوی اما تو ایران آمادگی داخلی به نهایت انفجار رسیده بود پشتیبان شاه کی بود؟ امریکا امریکا اون موقع چه حالتی داشت؟ امریکا بعد از دخالتش در ویتنام که الان من یادم نیست که هزاران نفر جوان امریکایی کشته شده بودن این قتل عام هایی که در ویتنام داشتن یه موجی در امریکا ب... پدید آمده بود ما چرا با جوانانمون رو به کشتن بدیم در ویتنام برای چی برای حفظ قدرتمون تو اونجا چرا ما این همه کشته داریم میدیم این همه موجی این همه ناقص العضو یه موج انسانیت بشر دوستی پدید آمد تو اون موقع تو امریکا امیدواریم که بعد از این جریان کشداری هم که تو فلسطین دارن اسرائیل میکنن و امریکا هم داره پشتیبانی میکنه دوبارم ویتو کرده امیدوارم که این دفعه متوجه بشن که دارن اشتباه میکنن اینا راحل نیست ملت امریکان به زودی خودش متوجه خواهد شد که اینطور کارت سبز دادن برای کشداری ملت این ملت رو از بین نمیبره این تجربه ها دیگه تو دنیا انقدر تکرار شده که دیگه مثل برف روشنه خب اون موقع شرایط امریکا ناگهان عوض شد مسئله حقوق بشر مطرح شد ما چه حقی داریم که یه ملت رو نابود بکنیم زیر بمباران های هوایی که اینا داره الان توی فلسطین تکرار میشه و دورانی است که کارتر که طرفدار حقوق بشرم بود روی کار میاد جو امریکا افکار عمومی مردم امریکا و مردم دنیا حالا آماده اینه که یک کسی از حقوق بشر دفاع بکنه کارتر تنها به ایران فشار نیورد به خود اسرائیل هم اون موقع فشار آورد کاش که زمامداران امروز امریکا بفهمن اینو فشار به اسرائیل هم فشار آورده بود که کوتاه باید بیاین حق ندارین حالا چه در داخل اسرائیل در جای دیگه بعدا هم خودش کتاب نوشت که خیلی ها. بعدها یعنی بعد از دوران رئیس جمهوریش که دیدین راجبه در واقع نسل کشی که انجام شده در فلسطین خب او در واقع به ایران هم فشار برد که آزادی بدین آزادی بدین یعنی اونم میفهمید که انقلاب میشه اون فهمیده بود که این راه حالا به جایی نمیرسه قبل از اینکه انقلاب بشه کارتر هم گفته بود که آزادی بدین که این مقام امنیتی آقای ثابتی میگه به شاه گفتم که اگه آزادی بدیم جبهه ملی مجلس رو میگیرن. اکثریت رو اونا به دست میارن. ببینید چقدر روحی ها و تشخیص ها چقدر فرق میکنه. دیگه نمیتونستن این کار رو انجام بدن. دیگه نمیتونستن. مجبور بودن که تو ایران هم بیمقداری آزادی بدن. این اینطوری نبود که آقای ثابتی فکر میکنه که اگه سرکوب کرده بودیم همه چی حل میشد نمیتونستن دیگه سرکوب بکنن ارباب از بالا دستور داده که حق ندارید یعنی دیگه دستشون بسته شده بود که بخوان این کار بکنن دیگه به اختیار اونم نبود <تصفح> یه نظامی وقتی که تکیه به مردم نداره تکیهگاهش به یه ارباب خارجیه وقتی اون ارباب میگه حق ندارین جورت نداره این کار دیگه بکنه کاملا این خودش میگه که وقتی این فشارهای امریکا اینها شد ملاقاتش رو با شاه داره میگه توضیح میده و چه تصمیماتی گرفته بودن میگه که <تصفح> گزارش که در واقع داده میگه اردشیر زاهدی مخالف جدی من یعنی ثابتی بودش خواستار تغییرات اساسی بود عرد شیر زاهدی پسر اون تیمسار زاهدیه که در برابر مصدق بود کودتا کرده بود داماد شاه بود یعنی همسر شهناز بود سفیر شاه در امریکا بود تا این ساله و عجیبه که این شخص این اواخر این ده سال اخیر چقدر آدم پتانسیل تغییر داره نشون میده از اون موقع بوده چون تو امریکا بود تجربه کرده بود سرکوب ها رو نمی پسندید چقدر هم ثابتی انتقاد میکنه به او میگه مخالف جدی بود خواستار تغییرات اساسی بود اونا میفهمیدن که اینطوری که یه نظامی نمیمونه میگه نصیر اصار رو خواسته بود اونم وزیر بود از صلیب سرخ دعوت بشه برای بازدید از زندانا میگه که اگه بیان جواب نمیده یعنی میان میفهمن که چه خبره تو زندانای ما مقابله میکرده با این حتی این آقای ثابتی در کار تلویزیون مسئول تلویزیون قطبی بوده قطبی فره پهلوی بود همسر شاه وابسته به دربار بود میگه چند نفر از تلویزیون چون یه مقداری حرفای آزادی خانه تو تلویزیون میزده میره دستگیر میکنه اونا رو میگه قطبی به من گفت که اگه من رئیس یک, یک کاروانسرا کاروان سرام داشتم یه الاغ و خان از یک کاروانسرا ببرنش از مسئول کاروانسرا اجازه میگیرن تو اومدی همینجوری هشت هزار تا کارمند داشته تلویزیون یعنی انقدر به خودش اختیار میداده که قطبی هم کار به حساب نمی اون رو حتی با اشرف هم میره ملاقات میکنه حرفایی که اشرف ضد شاه دشنام هم گفته اینا رو هم در واقع نقل میکنه یعنی همچی جایگاهی حالا پیدا کرده و فکر میکنه که با این سرکوب ها میتونن به جایی برسن میگه فخر مدرس اونم یک مقام بالا و ارتشیه میگه او پیشنهاد کرد که به جایی که دستگیر کنیم به ساواک ببریم متمینو به دادگستری برن مثل همه جای عالم خب دستگیر شدگان رو باید دادگستری دستگاه بالاخره قضا داریم اینا رو در واقع مسخره میکنه که چه دیدگاه هایی داشتن میگه ما شل دادیم علا حضرت سیاست گذشته را کنار گذاشتند هر عقب نشینی خطا است ببینید چقدر روشن اینا در واقع های خود ایشون هم هستش که ایشون فکر میکرده که با مثلا حالا ده هزار نفرم بکشیم دیگه تمام میشه مثل این کسی تاریخ نخوندن که هر یه نفر که باشین اصلا تو این انقلتی انقلاب شد هر یه نفری که میکشتین برای ختمش برای چهلمش برای سالگردش بیش از اون هی جمع میشدن تو هر شهرستان اینا رو دیگه همه به خاطر دارین دیگه بعدم توجیح میکنه شکنجه ها رو که در کدوم کشور دستگاه امنیتی وجود نداره شکنجه در دوران قاجار هم بوده کی میگه نبوده و حتی با پررویی میگه در زمان مصدق هم بوده فرمانداری نظامی اونایی که مسببین قتل افشارتوس بودن افشارتوس رئیس شهربانی دکتر مصدق بود یه افسر باشرف بود مخالف شاه هم نبود از همون شهربانی زمان شاه بود اینو طرفدارای شاه این نظامی میگیرنش مخفیانه میدوزنش میبرنش اطراف تهران تو اون جاده دماوند ناخوناش رو میکشن انقدر شکنجه میدن میکشن رئیس شهربانی کشور رو حالا دستگیر کردن یه رو میگه فرمانداری نظامی زمان مصدق هم شکنجه داده اینا رو فرمانداری نظری دست, که کی بود؟ مصدق که ارتش دست اون نبودش مصدق چی کار میتونست بکنه؟ رئیس شهربانیش همونا دارن میبرن میبرن شکنجه میدن میکشن بر حال جالبه که که کسی مثل اردشیر زاهدی که فرزند سپهبد زاهدی بود ضد این شیوه های غیر مردمی سرکوبگرانه ساواک شده حالا ولی به حال ایشون همچنان طرفدار این شیوه هستش به حال آقای ثابتی طرفدار تز شکنجه درمانی بود ادام درمانی و عده هم امروز حسرت اونو میخورن بسیاری از این سلطنت ها و اون رو میخوان قهرمانش بکنه قافل از اینکه اگر یه مقداری عمیق بررسی میکردن لاقل جای دیگه دنیا میفهمیدن که عامل اصلی این که شاه سقوط کرد و انقلاب شد همین نوع عمل کرد بود گرنه چه بسا ادامه میداد و یک حالت متعادلی و مردم هم از چاله به چاه نمیافتند که به این عاقبت سلطه ولایت مطلقه فقیه که این بدبختی رو سر مردم آورد ارز گردم از چاله ما به چاه افتادیم مردم این گرفتاری ها هم پیدا نمیکردند کردن به طور نسبی یواش یواش به یه تعادلی کشیده میشد. یه بار در آستانه انقلاب هنوز انقلاب نشده بود در واقع از مرحوم پدرم سوال کرده اینو گرچه گفتم که رهبر انقلاب کیه ایشون هم گفتن که خود علا حضرت به خاطر همین تند آقای فرید ثابتی پیشنهاد داده بود که 1500 نفر رو دستگیر کنن اولم نوشته بود نهست آزادی و جپ ملی بعد نمیدونم بعضی از این مدارس حوزه 1500 نفر با ناراحتی میگه شاه فقط 300 نفر رو چیز شد گفت دستگیر کنه 1500 نفر میگه نه این نهستی سازمان حقوق بشر رو تشکیل دادن تو ایران اون موقع که دیدن فضای خارجی هم مساعده هست یک سازمانی به نام کمیته ایرانی حقوق بشر این در ایران تأسیس کردن مرحوم پدر مسئولش بودن و کسان دیگه ای من را بعضی از اسامی رو براتون بخونم علی از خرس جوادی، حاج جوادی، فتولاه بنی صدر، برادر بنی صدر، دکتر تیم تیمسار مسعودی، تیمسار مجللی، تیمسار قرنه، نزیح، دکتر میناچی و آقای لاهیجی یعنی یک دفتری تشکیل شد به، برای حقوق بشر شاه کاملا آشمز شده بود و وقتی که آقای ثابتی میگه اینا رو بگیریم شاه میگه که میخوای اینا رو بگیریم سر صدای امریکا در بیاد اینا اینجا مؤسسه حقوق بشر تاسیس کردن ولی کاری که ساواک میکنه میدونه این چه کاری کردن که اسم ساواکم نبود یکی اینکه جبهه ملی که یک گرد همایی در وسط جاده کرج داشتن ساواک یه دیده دو تا اتوبوس ریختن چماقدار سر اینا تمام ماشیناشون رو خورد کردن و با چماق همه اینا رو خونین و مالین کردن با چماق زدن بعد تو روزنامه ها اعلام کردن که این اینا که ضد سلطنت بودند اینها توطعه میخواستن بکنن کارگران کارخونجات کرج که رد میشدند، حالا در نظر بگیم کارخونه کارگرای کارخونه جات و کرش که اصلا اهل سیاست نیستن از کجا بدونن توی یکی از باغای فرعی مثلا بین راه کرج یه دی اونجا توی مثلا ساختمانی صد نفر مثلا دوره هم جمع شدن آمدن اینا رو همه لطو پار کردن هیچ هم معلوم نیست کی منزل مرحوم پدر بمب گذاشتن ساختمان ده طبقه ای در اون خیابان شمالی خیابان غزالی شمال سفارت روسیه بود ایشون طبقه نهم بودن یه بمب گذاشته بودن پشت در خونهشون و تنظیم هم کرده بودن که ساعت ده و نیم منفجر بشه حالا یا ریموت کنترل بود از دور یا تنظیم کرده بودن پشت در ورودی منزل پدر که اون ساختمانم خود من قبلا طراحی کرده بودم و ساخته بودم تلفنشون اونجا بود پشت در پهلوی اون در ورودی تلفن اصلی که زنگ میزه گذاشته بودن تقریبا یه متری اون که وقتی منفجر میشه در واقع همون موقع هم زنگ میزنن همون ساعتی که قرار بوده اون پدر اینا ساعت ده, روب ده و ده نیم میخوابیدن ولی اون موقع رفته بودن یه روب زودتر که خوابیده بودن اتاقشون مثلا یه ده متری مثلا فاصله داشت تلفن که زنگ میزنه نمیان دمه در اون رو بردارن از هم اتاق خواب تلفن رو که ورمیدارن میدارن منفجر میشه این در ورودی خونه که بعد ما رفتیم اونجا کنده شده بود خورده بود به اون پنجره مقابل توی حال اونم کنده شده بود و از طبقه نهم اینا همه پرتاب شده بود به پایین و اون آسانسوری هم که تو اون به پاگردی بود اونم قوس برداشته بود اونجا هم که ما رفتیم دیدیم یه چیزای تراکتور کوچیک زده بودن گروه زیرزمینی انتقام یعنی ساواکالا حالا گروه آقای ثابتی اینجوری میخوان انتقام بگیرن اسم ساواک دیگه نمیاد که همه رو بترسونن چون گروه زیرزمینی انتقام یعنی مثلا مردم رفتن مردم دسترسی به آیا بمب دارن و بعدم همون دفتر حقوق بشر رو که بالاتر از حسینی ارشاد نفش اون خیابون رو شمال میریم حالا اسم اون خیابون رو هم یادم رفته دفتر اونجا ریختن یکی دو بار در واقع به عنوان یه ناشناس مردم طرفدار شاه اونجا رو زدن شکستن و یعنی اون دفترم خونه یه فکر کنم علی اصغر حاج جوادی یا آقای سنجابی هم از اونجا بود اونا هم در واقع به صورت ناکام بمبگذاری گذاری کرده بودن یعنی این سیاست ها رو پیش می بردن که از این طریق بخوان موفق بشن برحال حالا بخش امدش که حالا تجربیات خودم در این دوران بود چون از قضا همون سال 52 تا 57 خود بنده هم در زندان بودم هم کمیته مشترک شهربانی و ساواک و هم بعد بردن مدتی اوین و بعد هم زندان قصر و مقام زندان قصر دیگه همه این سران شریکای های فدایی و مجاهدین هم در اونجا بودن حال از نزدیک دیگه اونا رو ما شناختیم گرچه به قول معروف میگن گر نخوردم نان گندم دیدم به دست مردم حداقل با اینکه ما شلاق نخوردیم ولی شلاق رو دیدیم شلاق رو دیدیم کسانی که آشولاش شدن تیکه تیکه شده بوده پاهاشون یا بدنشون کمام کسانی که اون شکنجه ها رو دیدن حال شاهد این دوران بودیم چه در اون دوران و میدونم که در واقع چه بلاهایی به سر اونها بردن ولی خب این عملکرد این آیون بود متاسفانه حالا چه کشدارشون در اون زندان اوین که در اون موقع که ما دو نفر از برجسته ترین مجاهدین که کازم بار بود که محبوب ترین زندانیان بود مفسر نحجور بلاغم بود تو گروه های اسلامی برجسته ترین بود رأی هم اگر می گرفتن یه بارم ظاهره رأی گرفتن اون محبوب ترین تو اون فرد بود یکی هم مصطفی جوان خوشدل این دوتا رو به اضافه هفت از شریک فدای خلق یا چپ ها با کلی که جزنی معروف بود دیگه جزنی پدر مارکسیستا در ایران بود و چوپانزاده و آظریفی و عباس سورکی و مفصلا اینا رو برد همین در واقع زمانی که ریاست آقای ثابتیه اینا رو که نمیتونستن همینجوری اینا محکومیت رو میگذارندن توی تپه های اوین بردن و اینا رو به رگبار بستن هیچ کم نمیدونست اون موقع تو روزنامه ها اعلام کردن که اینا رو ما داشتیم منتقل میکردیم به دادستانی اونجا حال اینا وسط راه خواستن فرار بکنن با دستبند خبر نداشتن که پشتش مثلا یه اتوبوس دیگه است از دادستانی اونا رو به رگبار بستن آدمی که زندانی دستاش هم بسته است اونم به ماشین بسته است فرار کرده اونا یا آدمی که دستش بسته است میتونن بگیرن بعد از انقلاب چند تا از این باجوهای ساواک که دستگیر شدن جزئیاتش رو با عکسایی که اینا رو به رگبار بستن اینا همش هست خودتون میتونید حالا سرچ بکنید و ببینید حالا نکات دیگه هست ولی متاسفانه وقت تمام شد و بیش از یک ساعت در یوتیوب